سلام به همه رفقای عزیز، امروز خیلی شیک و مجلسی میخواییم در مورد جبهه احتراق صحبت بکنیم و کلن این جبهه احتراق معنیش چیه، چه کاربردی داره، مکانیکا توی ایران از این استفاده میکنن برای تقویت، تعمیر، کلن اینایی که مد شده توی اینستاگرام میان سرسیدن رو سوراخ میزنن، اینا چه کاربردی داره و اصلا جبهه احتراق رو به خطا میندازه یا نه؟ لایکش کنید بریم سراغ توضیحات. اول یه مثال ساده براتون بزنم. انسان از روز اولی که خواست یه مسیر هدایتی به وجود بیاره برای همه چیز از یه سری پیچ و خم اومد استفاده کرد. مثلا زمانی که آب رو میخواست از توی رودخونه بکشه توی شهر، توسط یه سری کانال روباز این کار رو اومد انجام داد. بعد دید سر دورها و سر پیچهایی که این آب داره میاد توی خونه، این آب از روی اون کانال میریزه بیرون. اومد یه سری لوله اختراع کرد و یه سری زانوی اختراع کرد که به این شکل توی لوله کشی. حالا این زانوی چیکار میکنه؟ این زانوی مسیر آب رو عوض میکنه، یعنی هدایتش میکنه. این را اگه فرض بگیریم یه دونه لوله هست، آب مستقیم میاد و زمانی که به سر این پیچ میرسه، یعنی اینجا، به صورت 90 درجه رو بالا، رو بغل یا رو پایین میره. به این هدایت توی موتورهای بنزینی و دیزلی میگن جبهه احتراق. اما توی موتورهای بنزینی و دیزلی ما آب رو هدایت نمی کنیم. جرقه شمع رو و کلن اون بنزینی که آتیش میگیره رو ما هدایتش میکنیم به یه سمت دیگه. اما یه مقدار پیچیده میشه مسئله. برای اینکه یه مقدار بهتر متوجه بشید، توی خود موتورهای دیزلی و بنزینی ما یه مسیر هواکش داریم. یعنی هوا اینجوری از فیلتر میاد توی این لوله و بعد میره به سمت دریچه گاز. این لوله هواکش نیسانه. توی موتورهای دیگه شکلش فرق میکنه، مستقیم داره، حالت S داره، حالت L داره و کلا فرق میکنه. ببینید، هوا رو ما از این سمت وقتی میکشیم توی موتور، خب اگه این لوله صاف باشه نمیتونیم ما وصلش کنیم به دریچه گاز. اما زمانی که میایم توی این محل یه دونه خم براش در نظر میگیریم، دقیقاً اون هوا رو هدایت میکنیم به سمت دریچه گاز. به همین هدایت ساده توی کل موتورهای بنزینی میگن جبهه احتراق. اما همونطور که گفتم، ما شعله رو داریم هدایت میکنیم، یا اون جرقه‌ای که زده میشه. اگه بخوام مفهوم جبهه احتراق رو به سادگی توضیح بدم، جبهه احتراق یعنی هدایت جرقه شمع به سمتی که اون دیزاینر یا اون طراح موتور اون رو طراحی کرده. برای اینکه بهتر متوجه بشیم، هم شما هم بقیه دوستان، میریم روی کامپیوتر و چند تا تصویر بهتون نشون میدم در مورد هدایت کردن جبهه احتراق از طریق سرسیلندر. خب همونطور که میبینید، ما تو اینترنت سرچ کردیم سرسیلندر و سرسیلندر همه ماشینا رو آورد. بعضی از اینا ایرانی نیستن و اکثرا خارجی هن. توی این تصاویر که من داشتم نگاه میکردم، یه سری تصویرها گویای قضیه هستش. مثلا توی این قسمت که بیایم، شما این سرسیلند رو میبینید. این سرسیلند دقیقا محفظه احتراق یا همون جبهه احتراقی که داره به شکل بی انگلیسیه. یعنی حرف بی انگلیسی رو اگه بذاریم توی این قسمت، دقیقا شبیه همونه، یا کلا شبیه میوه گلابیه. ببینید این چرا این شکلیه؟ توی این قسمت شمع بسته میشه به صورت 30 درجه، یعنی اینجوری کج بسته میشه شمع. خب زمانی که جرقه میزنه، خود جرقه به سرسیلند برخورد داره. برای همین اومدن توی این قسمت این زائده رو طراحی کردن، دقیقا این قسمت رو، برای اینکه اون قسمتی که داره جرقه میزنه و بنزین رو منفجر میکنه، اون جرقه‌ای که بنزین رو داره منفجر میکنه، حاله‌ای که آتیش میگیره به دو صورت توی هم این قسمت بیاد هم این قسمت. به خاطر اینکه سوپاپ دود یه مقداری داغ‌تره برای اینکه نسوزه، گرمای کمتر رو تحمل بکنه، این قسمتش رو کمتر در نظر گرفتن و این قسمت سوپاپ هوا رو بزرگتر در نظر گرفتن. یه سری قانونای این شکلی داره. اما برای اینکه بهتر متوجه بشین، برای هدایت خود آتیش، یعنی خود اون محلولی که منفجر میشه توی اون سیلندر، یه سری سرسیلندرها این شکلی وجود داره توی ماشینای امریکایی بیشتر. مثلا ببینید این سرسیلندر، یه سرسیلندر موتور امریکاییه اگه دقت کرده باشید، و شبیه سرسیلندر پژو تا حدودی. اینم 8 سوپاپه، اونم 8 سوپاپه.
اما زمانی که دقت میکنید یه سمت سرسیلن بالا کار شده و یه سمت دیگهش پایین تر کار شده. حالا چرا این شکلیه؟ وقتی دقت میکنیم به جای شمع که این شکلیه، نحوه بسته شدن شمع توی موتور درجه های مختلفی داره. مثلا ببینید این یه دونه شمع ماشینه، اگه اینجوری صاف بسته بشه یعنی حالت شمع 90 درجه است. اگه یه مقدار شیب داشته باشه این شکلی میشه 30 درجه. یه مقدار اگه شیب این بیشتر باشه یعنی این شکلی باشه میره رو به 90 درجه. حالا با اینایی که گفتم توی این سرسیلند شما داری میبینی یه سمت سرسیلند بلندتره یه سمتش کوتاه‌تر. برای اینکه خود موتور شیب داره و یه زاویه خاصی داره، زمانی که شمع جرقه میزنه اون شعله رو هدایت بکنه به سمت داخل بوش و روی پیستون و فشار روی سرسیلند نیاد. حالا توی ماشینای ایرانی هم همین داستان دقیقاً هستش. حالا از توی موتورای امریکایی که بیایم بیرون، میایم توی ماشینایی که توی ایران داره کار میکنه. ببینید این یه سرسیلند پژو 206 تیپ 2، حالا چیزی که اینجا نوشته هستش. ببینید وقتی نگاه میکنی به محفظه احتراقش یا کلن همون جبهه احتراقش رو نگاه میکنی به این شکله. ببینید شعله رو داره هدایت میکنه، اینجا شمع بسته میشه، شعله داره هدایت میشه توی این قسمت ها برای اینکه حالا اون کارخونه طراح پرفورمنس موتور رو یه جوری طراحی کرده که به این شکل اگه جرقه بزنه خیلی بهتر. حالا توی سرسیلندرهای دیگه متفاوته. مثلا این سرسیلند سرسیلند پژو هست. اگه دقت کنید محفظه احتراق سرسیلند شبیه حرف دی انگلیسیه. ببینید دی انگلیسی رو اگه به این صورت اینجا بذاری کامل شبیه همونه. حالا توی این قسمت به صورت صاف و تخت نیست، اینجوری نیستش. یه مقدار زاویه داره این قسمت. زاویهش به خاطر اینه که شمع زمانی که جرقه میزنه ضربهش توی این قسمت ها خونسا بشه و خیلی نرم و آروم از این قسمت اون آتیش به صورت صاف و عمود بیاد رو به پایین. حالا بعضی از اون رفقا میان چیکار میکنن؟ میگن اینو کارخونه اضافه گذاشته برای اینکه شما بیای چیکار کنی اینو برش داری تا محفظه احتراق بزرگتر بشه. یه همچین کاری اشتباه. حالا بعدن میگم چرا. میاد با دریل کلن این قسمت رو یا با سنگ فرز این قسمت رو بر میداره. یا توی سرسیلندرهای پژو 206 طرف میاد این قسمت رو بر میداره یا این قسمت رو با دریل چند تا سوراخ اینجا میزنه توی این قسمتی که هیچی نیست. همونطور که دارید میبینید این یه سرسیلندر پرایده. خب انجکتوری و کاربراتورش رو کار ندارم. خب ببینید جبهه احتراق و اون محفظه احتراقی که داره این شکلیه. ببینید اینم تقریبا شبیه بی انگلیسیه. اگه به این قسمت فرضش بکنیم شبیه بی انگلیسیه حدودی. بعد نگاه میکنی یه قسمتایش خالیه مثل اینجا، ولی یه مقدار شیب داره شبیه کوهه. چرا؟ زمانی که این جبهه احتراق رو داریم صحبتش میکنیم شمع که جرقه میزنه آتیش رو به همین سمت هدایت بکنه تا روی قسمتهای دیگه موتور فشار نیاد. بعد یه ده احمق میان چیکار میکنن؟ این قسمتی که چیزی نداره رو با جوش پرش میکنه، دقیقا روبروی شمع رو این قسمت رو پر میکنن. یا از اون بدتر میان با دریل یا سنگ فرز این قسمت رو تراش میدن. این کارا حماقت محضه. حالا بریم علتهاش رو بگم که این اضافه کردن آلومینیوم توی سرسیلند یا برداشتن آلومینیوم از توی سرسیلند چه حکمی داره و کلن چه ضررهایی داره چه فایده هایی داره. اولین مسئله این هست که طرف میاد سرسیلند رو با جوش پر میکنه. حالا چرا این کار رو میکنه؟ خیلی از اینا یه اسمی از افزایش تراکم شنیدن اما به صورت عقلی خر جهل و سوارن و نمیدونن دارن چه خطای بزرگی رو رقم میزنن. علتش چیه؟ اون محفظه احتراقی که کارخونه طراحی کرده یه سی سی معینی داره. مثلا 300 سی سی باید مایع و تو خودش جا بگیره برای ایجاد یه فاصله‌ای که تراکم معینی رو به موتور بده. حالا این خیلی مهندسی شد. عامیانش چی میشه؟ برای اینکه حرارت موتور بالا نره، ناک نزنه، موتور عمر بالایی داشته باشه، میان این فاصله رو توی سرسیلند ایجاد میکنن، هم برای هدایت آتیشه، هم برای اینکه موتور داغ نکنه، آتیش نگیره، عمرش بره بالا و کلی دلیل دیگه داره. حالا این طرف زمانی که میاد با جوش آلومینیوم سرسیلند رو پر میکنه چه اتفاقی میفته؟ چون سرسیلند از جنس آلومینیوم ریختگریه، هیچ موقع جنسش با جنس جوش آلومینیوم جور در نمیاد
به مرور زمان در اثر حرارت شمع و کلن جرقه زدن شمع اون آلومینیوم ممکنه باز بشه بیفته روی سر پیستون و کلن موتور ماشین به فنا بره. حالا چرا گفتم موتور به فنای ابد میره؟ ببینید این پیستون رو حساب کنید داره بالا و پایین میره توی موتور. حالا شمع میاد جرقه میزنه. در اثر جرقه و حرارت شمع و کلن این هوا و سوختی که هی میاد متراکم میشه، اون ذره‌ای که جوشکاری کرده مثل یه گلوله، مثل یه توپ میفته روی سر پیستون. خب زمانی که سوپاپا بخوان باز بشن، اون تیکه آلومینیوم نمیذاره و موتور تایم رد میکنه، پیستون میشکنه، بلوک میشکنه، سرسیلن نصف میشه، میاد سوپاپ میزنه و کلی اتفاق بعدی دیگه میفته. به حدی میرسه که شما باید تعویض موتور انجام بدید. اما این یکی از اون دلایلی بود که موتور رو به فنا میده. دلایل دیگه‌اش چیه؟ ما میایم جبهه احتراق رو به هم میریزیم. یعنی چی؟ ببینید وقتی اون زائده و اون جای خالی که خود کارخونه گذاشته رو میان پرش میکنن با جوش یا کلن برش میدارن، جبهه احتراق رو به هم میریزن. یعنی زمانی که این شمع باید جرقه میزده، شعله یا اون مخلوط سوخت و هوایی که آتیش گرفته باید میرفته به سمت راست، میره به سمت چپ، میره رو پایین و کلن جهت اون آتیش به هم میریزه. همین باعث میشه موتور بیش از حد داغ بشه و از طرفی موتور رینگ بشکنه یا پیستون بگیره. این حرارت وقتی زیاد میشه معمولا توی سرسیلن نشون میده خودشو. شما بعد یه مدت سرسیلن رو باز میکنی میبینی کلن تاب برداشته، دو بار سه بار کفش میزنی درست نمیشه و کلن خرابیاش زیاده. اما این مسئله که گفتیم میان جوشکاری میکنن قسمتهای متفاوتو، از این رد شدیم و معایبش هم گفتیم، یه سریاشو گفتیم، یه سریاش هم موند که توی این ویدیو جا نمیشه. حالا بعضیا میان از روی سرسیلن مثل این تصویری که میبینید بر میدارن، حالا این کم برداشته، بعضیا میان کلن اینو میتراشن این قسمت رو. چه اتفاقی میفته؟ علاوه بر این که جبهه احتراق توی موتورهای پژو، این سرسیلندر پژو هستش که این کار رو باش میکنن، علاوه بر این که جبهه احتراق به هم میریزه، یعنی شعله به جای اینکه بره روی سر پیستون میره پشت موتور، این قسمت پنجه دود واقع میشه و به جای اینکه حرارت دفع بشه، علاوه بر حرارت پنجه اگزوز، حرارت احتراق هم میاد عامل میشه و از همین قسمت موتور واشر میزنه. شرکت سازنده این قسمت رو که اومده به صورت شیبدار طراحی کرده و این قسمت رو گرد نکرده، برای همین مسئله هست که زمانی که شمع جرقه میزنه آتیش رو رو پایین به صورت آروم هدایتش بکنه. اما اونایی که میان اینو برش میدارن کامل، یا مثل این قسمتی که این دوستمون برداشته، جبهه احتراق رو به هم میزنن و موتور زودتر واشر میزنه. اما صحبت از واشر زدن شد، بریم سراغ یه سری از مسائل دیگه که ایجاد میکنه. زمانی که میاد واشر میزنه، چون حرارت موتور توی پشت بلوک بیشتر میشه، باعث تاب افتادن سرسیلن از قسمت پنجه دودم میشه. چجوری؟ اگه حساب بکنیم این پشت سرسیلندره و سوراخ‌های رانر دود توی این پیستون قرار داره، خود این سرسیلندر از پشت تاب برمیداره، یعنی کج میشه. شما هرچی منیفولد دود عوض میکنی، واشر عوض میکنی، این درست بسته نمیشه و همیشه یه صدای بلند و بوی دودی میاد توی ماشین. هر کاریش میکنی این بوی دود هستش. حتی سرسیلندر رو بعضی میان عوض که میکنن بعد درست میشه. علاوه بر اینها به مرور زمان، چون موتور ماشین شما این رینگش و پیستونش یه نقطه پرفشار داره و یه نقطه کم فشار داره. نقطه پرفشار یعنی چی؟ یعنی حد اکثر حرارت و اون شیب موتور روی همین قسمت افتاده از بدشانسی. خب حالا زمانی که شما میای این قسمت رو حذف میکنی، کل اون فشار میفته روی قسمت پرفشار و کلن این رینگ و پیستون دهنش سرویسه و کلن هیچ کاری هم نمیشه کردش. باید سرسیلن کلن عوض بشه تا اون آرایش سرسیلن دوباره به دست بیاد. اما خیلی از رفقا گفتن محمد اینا که همه شد بدی، خوبیش چیه؟ ببینید زمانی که اون قسمت از محفظه احتراق با جوش پر میکنن، تراکم موتور بیش از حد میره بالا. خوبه موتور تراکمی میشه، اما چون حرارت موتور زیاده و اون تراکم هم که زیاد میشه، موتور اون حدی که باید تحمل داشته باشه رو نداره. بعد یه مدتی یا واشر میزنه یا رینگ پیستون میگیره یا کلن موتور خورد میشه. چون کلن بالا و پایین کردن تراکم یه موتور یه فرمولای خاص به خودشو داره که بعدن در موردش ویدیو میسازن.
این وسط یه سوالی برای اون خریدار یا اون کسی که کلن ماشین برای اون هست و این تغییرات افتضاح و روش انجام دادن پیش میاد. چرا طرف میاد این کار رو میکنه؟ اون فرد مکانیک یا اون تیونر کلن یه حرفی از تیون کردن و تراکم زدن موتور شنیده و هیچ علمی داخلش نداره که بابا ما کلن تراکم موتور رو با پیستون باید جا به جا بکنیم. اگه پیستون جا نداشت و خیلی تراکمی بود میایم سرسیلندر رو کفتراشی میکنیم. اما اینکه بیایم جوشکاری بکنیم یا سطحی رو از توی سرسیلندر برداریم اشتباه محضه. چرا؟ چون همونطور که گفتم شما جبهه احتراق یا همون جهت جرقه زنی شمو داری عوضش میکنی و کلن اون موتور برای اون نوع جرقه طراحی نشده. اکثرا هم توی اینستاگرام هست و فقط برای این کار اسم و آوازه طرف در بکنه از خودش. اما همونطور که صحبتشو کردم ما میایم از طریق پیستون زاویه یا همون جهت احتراق رو تا حدودی عوضش میکنیم، نه کامل، برای اینکه تراکم موتور رو یه ذره ببریم بالا. حالا برای اینکه شما بهتر درک بکنی میریم دوباره روی کامپیوتر تا یه سری پیستون رو بهتون نشون بدم. اینجا انواع مدل های پیستون رو برای ما آورده گذاشته. زمانی که نگاه میکنیم از کنار به یه پیستون، ببینید پیستون ها انواع مختلفی دارن. مثلا این نوعش که شبیه پیستون تیو 5 توربو هستش، حالا کفش یکم گود جاسوپاپ هم داره، توی این قسمت ها جاسوپاپ داره و کفش هم گوده. این برای توربو. توی توربو باید تراکم پایین باشه و اصلا هرچی تراکم پایین تر بهتر. اما خب داریم موتورهای توربویی که با پیستون تراکمی ست میشن برای توانای خیلی بالا. یه نمونه دیگه از اون پیستون ها این نمونه هستش. ببین وقتی میگم افزایش تراکم از روی پیستون، یعنی روی سطح پیستون، روی این قسمتش اینجا ما بیایم یه سری برآمدگی ها ایجاد بکنیم، جاسوپاپ هم حفظ بکنه. بعد این آرایش رو که ما به این صورت آوردیم ایجاد کردیم، این الان مثل یک کوه اومده بالا، جبهه احتراق سرسیلند به همین سمته. یعنی سرسیلند اون قسمت خط آتشش توی اینجاست، زمانی که جرقه بزنه میخوره این قسمت، وسط این پیستونه میخوره. این به هیچ جا ضربه یا ضرر نمیزنه، ولی خب تراکم و موتور رو تا ناموس کشیده بالا. یه سری پیستونای دیگه وجود داره. مثلا ببین این پیستون بهتر و دقیق‌تر اومده و ما نشون داده. ببین مثلا گفته اینجا سطح تخت پیستونه، تا اینجا پیستون تخته، تا این خط قرمزی که خودش کشیده تخته. از این بالاتر میشه تراکم یه موتور، یعنی پیستون تراکمی تر میشه، یعنی آج داره این شکلی. خب تراکم ما بیشتر میشه، یعنی اون درصد فشرده سازی بیشتر. حالا اینجا این پیستون از کنار دیده میشه، یعنی تاجش مشخص نمیشه. مثلا یه پیستون دیگر براتون بیارم، مثلا این پیستون رو نگاه کنید. این پیستون پیستونیه که روی موتورسیکلت به نظرم نصب میشه. ببینید این قسمت قسمتیه که سوپاپ دود قرار داره، این قسمت هم قسمت سوپاپ هواست. توی این موتورها چون ضربه به وسط پیستون میخوره، اومدن کله قندی درستش کردن، یعنی صافه شم اینجوری بسته میشه. چون صافه میاد همون لحظه اون محلول سوخت و هوا که منفجر میشه ضربه رو سر پیستون میگیره و به صورت آرام اون بنزین یا اون هوایی که مشتعل میشه میاد این قسمت ها رو فشار میده رو پایین و کلن ضربه رو از روی رینگ و پیستون بر میداره. توی پیستون های کله قندی تقریبا این شکل رو داریم. پیستون های مختلف و زیادی وجود داره. یه نمونه دیگهش این پیستونی که الان شما توی تصویر دارید میبینید. این نمونه پیستون رو ما توی موتورهای تیو 5، توی موتورهای RC، توی موتورهای زانتیا هم استفاده میکنیم. حالا علتش چیه؟ ببینید چون هم جاسوپاپ داره، هم موتورهای XU10، TU5، موتورهای EF7، موتورهای RC زاویه خاصی نداره قرار گیریش. اونا هم دقیقا جرقه وسط پیستون میزنه. خب اینجا میاد جرقه ضربش رو به وسط پیستون میزنه، کلن اون ضربه دفع که شد، محلول سوخت و هوا این پیستون رو آروم رو پایین هول میده و هیچ فشار روی رینگ نیست. ما از این طریق، یعنی تغییر آرایش پیستون، میایم تراکم رو افزایش میدیم. حالا که تموم این عیب ها رو گفتیم، اگه اون افرادی که این کار رو میکنن از اون الاغ جهل پیاده بشن و به اینا عمل بکنن عالیه، اگه نه که دیگه ما یه وظیفه‌ای داشتیم و گفتیم. اما کلن مالکین ماشین برای تقویت ماشین و افزایش تراکم یا کم کردن تراکم اصلا دست به سرسیلند نزنید، پیشنهاد من اینه.
هر نوع پروژه‌ای دارید، توربو، اتمسفر، می‌خواید تراکم رو زیاد یا کم کنید، با تغییر آرایش روی پیستون خیلی راحت شما میتونید تراکم یه موتور رو کم و زیادش بکنید. برای زیاد کردن شما باید آج بهش اضافه بکنی، برای کم کردن شما باید پیستون رو یه مقداری بتراشی. اما این که میگم بهش باید آج اضافه بکنی، منظور این نیست که جوشکاری بکنی. از پیستونای استفاده بکنید که خودشون یه آج یا یه دونه تاج داره و کلن همین باعث میشه تراکم اون موتور بره بالاتر. و اینم باید جواب بدم که آیا میتونیم از پیستون تراکمی توی موتورهای توربو استفاده کنیم؟ برای استفاده از پیستون تراکمی توی موتورهای توربو خیلی راحت جواب میده و خیلی عالی جواب میده. اما یه سری ریزه‌کاری و خرده‌کاری داره که اینا باید انجام بشه تا پیستون تراکمی رو ما بتونیم با توربو استفاده کنیم. طرف چرا میاد روی این قسمت‌های سرسیلند با دریل سوراخ ایجاد میکنه؟ ببینید، اون یه چیزی شنیده و خودش هیچی حالیش نیست. علتش الان بهتون میگم. زمانی که این بوش بسته میشه، یعنی اون سرسیلند بسته میشه روی این بوش و روی بلوکه، یه محفظه احتراق رو تشکیل میده. یه جاش باید آتیش بره، یه جاش نباید آتیش بره، به خاطر همون جبهه احتراق و اینایی که گفتم. حالا زمانی که اون طرف میاد اینجا رو سوراخ میزنه، حرارت توی سرسیلند میمونه، خارج نمیشه. حالا اونم یه چیزای شنیده ولی کامل نه. زمانی که میاد اینجا رو سوراخ میزنه، گند میزنه توی سرسیلند. وظیفه اون سوراخ ها چیه و کلن کجا باید ایجاد بشه، چقدر باید باشه؟ سرسیلندرها چون ریختگری آلومینیومه، بیلت آلومینیوم نیست که با CNC طراحی بشه، خب یعنی دستگاه بیاد تراشش بده. برای همین این سرسیلندهایی که ما داریم استفاده میکنیم دقیق نیست. یه خونش رو وقتی اندازه گیری میکنیم برای تراکم، مثلا 30 cc مایع میگیره، خونه کناریش 35 cc میگیره، خب بقیه خونه هم همینجوری 35 cc، همین خونه مثلا 30 cc گرفته. شما میای چیکار میکنی؟ با یه دونه سنگ و سنباده بعدش باید پولیشش بزنی. توی این قسمت های هلالی رو یا این قسمت رو یه نمه اندازه سر ناخون ازش برداری تا این محفظه احتراقم بشه 35 cc مایع بگیره، برابر بشه با اونا. حالا بعضیا برای این که بیان خودنمایی بکنن، میان مته 8 رو میزنن توی این قسمت ها، میگن آره برابر شد. نه، همچین چیزی نیست، فقط باید توی این قسمت ها ایجاد بشه. حالا این چیزی که گفتم برای یکسانسازی سرسیلند، توی تقویت ماجرا چیه؟ توی تقویت برای اینکه شما یه مقداری جهت و اون جبهه احتراق رو که آتیش داره میزنه تغییر بدی، مثلا زاویهش صافه، زاویهش اینجوری بکنی که توی بوش به کناره‌ها و رینگ زیاد فشار نیاد، میاد چیکار میکنی؟ توی این قسمت‌های هلالی اینجاها به طرف خود سوپاپا نباشه بهتره، بیشتر توی این سمتا که خود کارخونه خالی گذاشته، اینجا میای اندازه این هلال زیر ناخون، یعنی خیلی کم، اندازه این هلال زیریش، یه سری فرو رفتگی های اینجا ایجاد میکنی. فرو رفتگی منظور این نیست که دست بره داخلش گیر بکنه، یه مقدار خیلی کمی همونطور که گفتم اندازه هلال زیر ناخون، اندازه ای که سر مته با دریل اینجا فقط یه ذره خراش ایجاد کنه. میای چند تا، بستگی به اون نوع پروژه‌ای که داری طراحی میکنی و روش کار میکنی داره، معمولا 2 تا سوراخ تا 10 تا سوراخ اینجا میزنی. سوراخی که عمق داشته باشه نه، همونطور که گفتم هلال زیر ناخون به همین اندازه و شیبش میدی، طوری که دست زمانی که اونجا رد میشه گیر نکنه. اون شیب باعث میشه اون جبهه یا اون آتیشی که داره میزنه، اون آتیش احتراق، به جای اینکه زاویهش 90 درجه باشه روی رینگ ها فشار بیاره، اینجوری باشه، یعنی دقیقا برگرده اون آتیش بیاد وسط پیستون و از همون وسط بره بالا، تراکمی بشه. اون سوراخایی که اینا میزنن که شنیدن یه چیزی، مال اون قسمته، دقیقا همین شنیدن ولی صفر تا صدشو نمیدونن چیه. مرسی از نگاه های زیباتون، امیدوارم این نکات به درد همه شما مکانیکا و انسان های معمولی که سر در نمیارن از ماشین بخوره. برای این ویدیو زحمات زیادی کشیده شده، حتما حتما برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو بزنید و هر سوالی داشتید توی کامنت ها از ما بپرسید. امیدوارم خلاق و پر انرژی باشید.